مصرحی. برنامه اندیشه با دوستان رو تماشا می کنید. مهمانان عزیزی دارم و مناسبت این برنامه به خاطر برنامه ویژه‌ای است که در روز گذشته در بنیاد برابری پارس که آقای دکتر میلانی هم یکی از بنیانگذارانش هستند برگزار شده بود برای تجلیل از دوست خوب ما روزنامه نگار به نام آقای حسین مهری و برنامه ساز خوب تلویزیون اندیشه. به این خاطر امشب من خواهش کردم که آقای مهری در برنامه ما باشند و همینطور از آقای دکتر میلانی و آقای محمد امینی خواهش کردم که از طریق اسکایپ با ما باشند و بتونیم بیشتر با هم صحبت بکنیم، برای اینکه روز گذشته با وجود وقتی که حدود 2 ساعت صحبت آقای مهری عزیز باز کافی نبود برای اینکه ایشون رو بهتر بشناسیم و کارهاشون رو بهتر باش آشنا بشیم. خب با ما باشید. واسه افتخار بنده است و مرکز برابری پارس که در خدمت آقای حسین مهری هستیم و همینطور آقای دکتر میلانی که رنج و سفر رو بر خودشون هموار کردن و برای این برنامه تشریف آوردن. این برنامه اولین سلسله سخنرانی از برنامه‌ای است که ما در نظر داریم در مرکز برابری پارس برگزار کنیم برای قدردانی از خدمات افرادی که متواضعانه سالها در جامعه ایرانی کوشش کردند و چنان که باید و شاید قدرشون شناخته نشده. ما در حد وسع و توان خودمون امیدواریم که این برنامه ها رو با کمک شما دوستان ادامه بدیم. شخصیت هایی هستند که در میان ما زندگی میکنن که کارهای بسیار بدی و عجیبی کردن، شاید الان کنار دست شما نشستن و هیچ کدوم از ما خبر نداریم که اینها چه کردن و الان در زندگی تازهشون یک هویت دیگری پیدا کردن، هویت بسیار مختنم و مهمی ولی متفاوت از کارهایی است که در گذشته کردن و ما هرچی بیشتر این نوع کارها رو هم در مورد یک دیگر بشناسیم قواممون به عنوان یک جامعه و افتخارمون نسبت به اونچه که در این جامعه هست به گمان من و به گمان پارس بیشتر میشه. در مورد آقای مهری ما به یه پدیده بسیار جالب عجیبی رو هستیم. آقای مهری آدم بسیار معروفی است ولی به گمان من آدم کم شناخته شده است، یعنی ابعاد کارش یا به قول بیحقی پهنای کارش کمتر شناخته شده و به همین خاطر وقتی ما فکر این کار رو کردیم تصمیم گرفتیم اولین برنامه رو با جناب مهری انجام بدیم و من هم که الان نزدیک 20 ساله هفته یک شب در خدمت ایشون هستم و این شاید دفعه پنجم است که ایشون از در حضور میبینم، فکر کردم که بد نیست یک بار خیاط رو در کوزه بندازیم، ایشون که 30,000 مصاحبه کرده یه بار طرف مصاحبه قرار بگیره ببینیم اون بر ماجرا نشستن چه وزنی داره. البته بخت ما هست که آقای کسانی مثل آقای پزشکزاد هم هستن. من واقعا فکر کنم که باید خودمون رو خیلی بلند بخت بدونیم که در زمانی زندگی کردیم که نویسندهی چون او در این زمان بود و وضعیت این زمان رو در رمان‌هاش نوشت. در من نویسنده میشونم نویسنده و واقعا ایشون هم از کسانی است که همه به گمان من، یعنی اگر بخوایم در مورد آدمایی که به نوعی کم شناخته شدن، واقعیت اینه که آقای پزشکزاد هم کم شناخته شده، همه ایشون رو فقط به دایی جان ناپلئون میشناسن. من واقعا یادم میاد من وقتی به ایران برگشتم 1975 از دوستانم پرسیدم، دوستانی که فکر کردم وارد هستن، گفتم من چند تا نمونه یه نثر خوب بگید که من بتونم بخونم ببینم نثر خوب چیه. یکی از کتابایی که به من معرفی کردن کتاب آسمون ریسمونه، نه چیز نمون آسمون ریسمون اصلا از لحاظ نقد ادبی و طنز و کار روزنامه نگاری و دست انداختن مدعیان روشنفکری شگفت‌انگیز کاریه و تا به نظر من اون کار آدم در مورد ایشون نخونه این ابعاد کار ایشون رو کمتر شناخته شده بعد میتونه بشناسه. به همین خاطر من خیلی خوشحالم که یعنی سابقه آشنایی هشت و نشت من با جناب استاد
به تقریبا نزدیک 40 سال پیش میرسه که ایشون بسیار جوان بودن، جوان جوان واقعا، یعنی 37-38 سال پیش. اینم که من میگم جناب استاد الان میدونید که باب شده یه اصطلاح، یک عنوان ساده است، جانشین جناب و حضرت عالی و اینها شده، به همه کم و بیش میگن استاد، در حالی که استاد معنای خاصی داره. استاد میلانی بله درست، ولی دیگه استاد این بر اومد. اما حتی بنده به علت موی سفید هم به من استاد میگن، استاد چی هستم معلوم نیست. هر شبه که ولی جناب استاد من از روز اول، یعنی واقعا همین 30-40 سالی که عرض کردم، همیشه به ایشون بودم جناب استاد. و اینم تصور میکنم از اون محبته و محیطیست که با ایشون همنشین شده بودم. همون حدود 37-38 سال پیش بود که حالا نمیدونم ایشون هم لابد بعدشون نمیاد مثل بعضی ها که بگم که ما با برای آزادی در سایه نهضت مقاومت ملی ایران دکتر شاپور بختیار فعالیت میکردیم، هم ایشون هم بنده. و من در اون محبته ای که بودیم این مدت 10 سالی به طول انجامید تا کشته شدن بختیار، در اون محبته ای که ما بودیم خب تقریبا همنشین بودیم، یعنی این بر سالن بزرگ بنده بودم، اون بر ایشون بودم، من روزنامه قیام ایران اداره میکردم، ایشان هم همه چیز رو اداره میکردم. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. چقدر سنگینه بابا. بله باری که شما بردوش دارین سنگینه، اینم به توازی بار قربان سنگینه. واقعا خیلی، این باید یک کسی بر من بیاره. بفرم بابا. به انگلیسی اینجا نوشته شده مستر حسین مهری: In appreciation of a lifetime of service to journalists and letters, 2015 Pars Equality Center. تقدیم به جناب مهری در قدردانی از یک عمر خدمت به روزنامه نگاری و ادب ایران، 2015 Pars Equality Center. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. شما پایتون بلند کنیم ببینیم بالا بگیریم کریستال بسیار. بله سنگین بود آقای مهری. آقای مهری بسیار محبت کردیم به برنامه آمدین، بسیار اولا تشکر میکنم از شما که من دعوت کردیم، خیلی میکنم. ممنون که دیروز تشریف آوردید. خواهش میکنم. تشکر از شما، تشکر از بقیه دوستان، آقای دکتر میلانی، آقای امینی عزیز و دیگران، سروران دیگر. خواهش میکنم، شما مقامتون برای ما خیلی بالاتر از این هست. اولا شاید خیال میکنم که این مرکز برابری پارس پیش دستی کرده برای تجدید از شما، شاید این وظیفه ما بوده که در تلویزیون اندیشه برنامه ساز بسیار خوبمون آقای مهری عزیز رو ازشون قدردانی کنیم، ولی ما چون هر بار که شما رو میبینیم قدر زحماتتون رو داریم، یعنی مجلسی آنچنان نداریم که خدمتتون تقدیم کنیم، اما یادمون باشه که قلبهای همه ما که در تلویزیون هستیم پیش شماست و شما هر بار که هستین هم بزرگ ما هستین و هم وجودتون ارزش ویژه‌ای داره. و همچنین اجازه بدین تشکر آقای کاردان، اجازه بدین که من این مطالب رو برگردونم به خودتون. خواهش میکنم. ما مخلص شما هستیم، خیلی شما رو دوست داریم. خواهش میکنم. از قدیم الایام. خواهش میکنم. بنده یکی از دوستان شما بودم که در مجلس عروسی شما حضور داشتم. کی بوده؟ 100 سال پیش میشه. بودم 100 سال پیشه. بله محبت کردین، از دوستان عزیز ما بودیم. و اجازه بدین تشکر ویژه‌ای داشته باشم از آقای دکتر میلانی و همینطور از دوست خوبمون آقای امینی که محبت کردن به خاطر این موضوع از طریق اسکایپ در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم آقای میلانی، آقای امینی عزیز. من سلام به شما، به همه بینندگان عزیزتون و به مهمان بسیار گرانقدرتون جناب آقای مهری. خواهش ممنون ازت. من هم همچنین درود میگویم به همه همیهنانی که برنامه رو نگاه میکنن، به جناب میلانی و دوست خیلی خوبم آقای حسین مهری و
به پاس کاری که در این سالهای دراز شاید از زمان جنگ جهانی اول تا حالا برای جامعه ایران کرده. آقای امینی نخستین کس بودن که محبت کردن بعد از اینکه رادیو صدای ایران تعطیل شد به دلیل اوضاع بد مالیش، به من گفتن که یعنی پیامی آوردن از سوی آقای درمانی عزیز ما که شما، ایشون گفتن که شما بیاین با ما همکاری بکنید، و بعدم پیام های دیگری به هر صورت از آقای درمانی که به جای خودش تشکر میکنم، از آقای امینی به دلیل این دوستی دیرینه که باشون داشتم. بله آقای درمانی عزیز ما همیشه از اینکه این تنوع در برنامه هست باشون صحبت میکنیم و خیلی خوشحالیم که برنامه ساز هم من همیشون برنامه سازهای خوبی مثل هر سه شما داریم. خب بیان دیشب راجع به خودشون آقای مهری بسیار صحبت کردن که مجموعه فیلم های دیشب رو در برنامه دیگه پخش میکنم، ولی اجازه بدید که اگر سوالی از ایشون نشده و اگر نکته‌ای هست که میخوایم روشن بشه در یک روزنامه نگاری که در این سالهای متمادی دست به قلم برده، جلوی دوربین مصاحبه کرده، مصاحبه‌های بسیار معروفی که دیروز در اون مجلس یک قسمتی از یکی از معروفترین مصاحبه‌های ایشون پخش شد. با کی بود؟ با خلخالی جلاد. با خلخالی جلاد. و تلفنی باش مصاحبه کرده بودن که آقای امینی عزیز این رو از طریق تلفنشون آوردن و گذاشتیم و گوش کردیم و بسیار جالب بود. اجازه بدید اول از آقای دکتر میلانی با اجازهتون شروع کنم. آقای میلانی، دیشب این آقای مهری عزیز ما راجع به خودشون بسیار گفتن، اما تا اونجا که من یادمه موضوع بختیار، مرحوم بختیار پیش آمد و موضوع آقای پزشکزاد هم صحبت کردن. سوالات بسیاری در مقابل همه ما هست برای اون دوران، مخصوصا برای شما که پژوهش میکنید تاریخ رو و به ویژه تاریخ معاصر رو. من خودم سه بار با آقای بختیار ملاقات کردم و خیال میکنم یکی از چهره های ویژه‌ای بود که به میهنش بسیار عشق میبرزید و جانش هم به این خاطر از دست داد. و شما بفرمایید با آقای مهری و موضوع آقای بختیار چگونه بود و چه سوالاتی میتونی ازشون داشته باشید. موضوع آقای بختیار در واقع به نظر من همونطور که دیشب هم صحبت کردیم بخشی از این زندگی بسیار پرباریست که آقای مهری داشتن. اون بخش بسیار مهمش بود و به خاطر حضور آقای پزشکزاد اون جنبش اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. برای برنامه دیشب به گمان من تلاشی در این بود که نشون بدیم اتفاقا چه سالها قبل از اون ماجرا ایشون کارهای بسیار بسیار جالبی کردن، با روح زمانه به گمان من در تماس بودن. همونطور که من دیشب هم گفتم اون دو کاری که ایشون چاپ کردن، یکی پاییز پدرسالار که انگار تصویری است از زندگی پدرسالارانی که 35 سال بر مملکت ایران حکومت کردند و در یک پیله از خودفریبی و در پیله از باورهای خودشون و باورهای اطرافیانشون جهان رو از یک منظر خیلی تنگی میبینن. این نوشته درخشان گابریل گارسیا مارکز آقای مهری رو ترجمه کردن. وچه دوم 35 سال اخیر ایران، اهمیت روزافزون زنان در جنبش اجتماعی ایران، در فضاهای اجتماعی ایران، در جنبش دموکراتیک ایران. و آقای مهری هم یکی از مهمترین کتابهایی که در مورد زنان هست شاید در طول 100 سال اخیر نوشته شده، یعنی جنس دوم خانم سیمون دو بولوار چاپ ترجمه کردن. و هر دو اینها به گمان من نشون میده که چقدر نگاهشون، افق دیدشون جالبه. و بعد در دورانی هم که آقای بختیار میاد و در اونجا آغاز به فعالیت میکنه و در مورد دموکراسی و حقوق دموکراتیک صحبت میکنه، یکی از شخصیت‌های برجسته‌ای که با او همکاری میکرد در کنار آقای پزشکزاد خود آقای مهری بودن. کسانی که اونجا کار میکردن واقعا گروه بسیار بسیار جالبی هستن. من فکر میکنم یک روزی شاید آقای مهری خودشون باید خاطرات اون دفتر رو بنویسن، برای اینکه کسانی که در اون دفتر کار میکردن از این دو نفری که ذکر کردم بگذاریم،
دیگران. من نمیخوام محجوب رو میدونم که اونجا کار میکرد و چون فوت کرده فکر میکنم حق دارم اسمش رو بیارم، ولی دیگرانی که اونجا بودن خیلی شخصیت‌های بسیار بسیار جالبی بودن و مکانیزم کار اونجا و نحوه فعالیت اینها با هم و چگونه تدوین این برنامه ها و کیا اونجا چه مسئولیت‌هایی داشتن، برای من به عنوان کسی که به اون این دوران علاقه داره خیلی خیلی جالبه. و دیشب طبعا فرصت نشد که سوال بیشتری در این زمینه بکنیم، ولی یه روزی امیدوارم آقای مهری و آقای پزشکزاد و دیگران تاریخ اون دفتر رو با جزئیات بیشتر و با شرح بیشتر از نه از بحث‌هایی که میشد برای آینده بنویسن یا عنوان تاریخ شفاهی تهیه کنن. خب آقای امینی عزیز، خوب یادمه که بعد از اینکه دیشب مجلس نفس‌های آخر رو می‌کشید، البته نفس‌های آخر بسیار خوب، یعنی همه هیجان زده بودیم به خاطر مجلس دیشب، شما با هم صحبت می‌کردیم، شما فرمودید که سوالات بسیار هست که باید از آقای مهری انجام داد و شما که یکی از برنامه سازانی هستین که من همیشه هم برنامه تو نگاه میکنم، هم درد سرهاش روی دوشمه و هم همیشه و نگاهی که شما به تاریخ میکنین برای من بسیار جالبه و هر موقع که برنامه شما تمام میشه بنده یک مصیبت مختصری دارم که باید دنبال بکنم، اما چه میشه کرد، شما عزیزید و شما از برنامه سازان بسیار خوب ما هستین و احترامتون لازمه و صحبتتون برای ما با اهمیت. بفرمایید شما و آقای مهری. من اجازه بدید که پیش از همه چیز از این کار بسیار ارزنده جناب عباس میلانی، حالا گفتن استاد نگیم، من میگم فقط عباس میلانی، دکتر میلانی، بسیار سپاسگزاری کنم، برای که یادم هست که یک سال پیش از درگذشت پدرم که نه در 94 سالگی در واشنگتن درگذشت، ما مراسمی داشتیم برای بزرگداشت ایشان و کمتر میبینم که پیش از رفتن آدم ها ما اونها رو بزرگ کنیم و در فرهنگ ما هست که بعد هنگامی که آدم ها در میان ما نیستن به یاد اونها میفتیم و این کاری که این بنیاد انجام داده در بزرگداشت جناب مهری، من سال هاست در این اندیشه بودم که این کار رو بکنم و خیلی خیلی خوشحال هستم که آقای میلانی و دوستان این کار رو انجام دادن و بسیار کار ارزنده است. چرا این رو مطرح میکنم؟ چون ببینید ما در باره تاریخ ایران، من 35 ساله که مهری ورزم و کار میکنم، تاریخ ایران و ایرانی که وطن ما میخوانیم درخت و کوه البرز و رودخانه ها و جنگل ها و کوه کبیر نیست، اینا هم هست، ولی تاریخ ایران آدم هایی هستن که فرهنگی رو ساختن که این فرهنگ در درازای تاریخ به ماندگاری ایران یاری رسانده، فرهنگی رو ساختن که هر کس از بیرون از فرات ایران به ایران تاخته و وارد ایران شده و حتی با خونریزی با این فرهنگ خو گرفته و خودش رو بخشی از این فرهنگ دانسته. این است که فرهنگ سازان ایران به راستی باید گفت که سازندگان مفهوم امروزی و تاریخی ایران هستند، نه تنها فرهنگ سازان به عنوان سرایندگان و نویسندگان، دیوان سالاران، کسانی که کشور رو میگرداندند. جناب مهری برای من، حسین مهری عزیز من، دوست گرامی من، در این سپهر دارای ارزش بسیار زیادی است که یکی از کسانی است که در سازندگی ارزش‌ها و فرهنگ دست کم 60 سال گذشته ایران به راستی به جامعه ما یاری رسانده و من از ایشان به خاطر کاری که میکنند بسیار سپاسگزارم، به ویژه با فروتنی بسیاری که در این زمینه دارند. امیدوارم که این رو بلند میگم، شاید جناب میلانی هم شاید علاقمند باشند، یکی از کارهای ارزنده‌ای که از سوی یک روزنامه‌نگار برجسته ایرانی شده شبه تاریخی است که شبه خاطراتی است که بهزادی، دکتر بهزادی نوشته، شاید کمک بشود که جناب مهری هم چنین کاری رو انجام بده. من یک پرسش از جناب مهری دارم، اصلا به سیاست نگاه نمی کنم چون فکر می کنم که بحث سیاسی رو
اصلا ایشون رو به عنوان شخصیت سیاسی نگاه نمی کنم. اما یک پرسشی دارم که فکر می کنم دارای ارزش و اهمیت است. بر روی ایشان در پیرامون کارهایی بودن که زنیاد بختیار می کرد. من علاقمندم از ایشان بشنوم، به ویژه کسی که با خلخالی و آدم های از این دست، فرومایگانی از این دست گفتگو کرده. هنگامی که شما خبر کشته شدن بختیار به آگاهی شما رسید، کجا بودید؟ چه روحیه‌ای داشتید و چه تأثیری بر شما گذاشت؟ پاسخ بدم؟ حتما بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون ازتون آقای امینی عزیز. زمانی که من خبر ترور بختیار رو شنیدم، حدود چند ماهی بود که دیگه ما ارتباطی نداشتیم، برای اینکه آشکارا فعالیت دکتر بختیار یا کم شده بود یا قطع شده بود. بنابراین وقتی خبر رسید، یعنی تلویزیون فرانسه کانال دو، من در منزل بودم، خبر داد که بختیار هدف ترور قرار گرفته، جا خوردم و بلا فاصله زنگ دادم به یکی از دوستان همرزممون، آقای فه، اسمشون رو نمیگم، و ایشون آقای فه منزل نبودن، خواستم خبر رو بهشون بدم، همسرشون بودم. همسرشون، به همسرشون گفتم که همچه اتفاقی افتاده. متاسفانه همسرشون مثل شوهرشون فکر نمی کردن. گفتن که برای بزرگ کردن خودش بختیار این خبر رو جعل کرده. به قدری روحی من خراب شد، ولی کوچکترین واکنشی نکردم در برابر این بانوی گرامی. خب اندیشه ایشون این گونه بود در اون زمان. اما بعد در روزهای بعدی اون چه گذشت در واقع یک تراژدی بود که در درون ما پدیدار شد و هنوز که هنوزه این تراژدی در درون همه کسانی که با بختیار همکاری میکردن، به او یاری میرساندن، وجود داره. در اون جمعی که با بختیار همکاری میکردن، خب شخصیت‌های دانشمند و دانشور بسیار بودن. دکتر محجوب عزیز 3 برنامه داشت در تلویزیون، در رادیو بختیار، و هر هفته 3 تشریف می‌بردن در محل رادیو و همونجا کاراشون انجام میدادن. کسان دیگری هم بود، آقای مهدی قاسمی، شخصیت مشهور رادیو که سالهای سال مسئولیت رادیوی ایران رو به عهده داشتن، دوست عزیزمون آقای میبودی، آقای دائمی و خیلی های دیگه بودن دوستان ما که به صورت بعد از ماجرای تعطیل کار بختیار و ترور دکتر بختیار همه پراکنده شدن در سراسر جهان. مثلا یکی از اونها دوستی است که آقای میم الان مسئولیت تلویزیون فردا رو داره، و آقای پزشکزاد در مورد ایشون که خیلی دقیق کار رادیویی انجام میدادن، میگفتن که آقای میم حتی نقطه ف رو میگیره وقتی میخواد یک کاری رو چی کنه. به هر صورت ما ماندیم و ترس از این که ممکن است یواش یواش این قضیه برای ما هم رخ بده، برای اینکه چند نفری بودیم که ما رو میشناختن، و یکی از سربازان و سرداران بختیار دکتر برومند بود، که دکتر برومند حدود 5-6 ماه قبل از اون دم در خانهش ترور شده بود با کارت یک کسی، در حالی که ایشون منتظر چی بود، منتظر آسانسور بود، پس پشت داده بود و او رو تکه پاره کرده بود. فرزندان ایشون هم اکنون در واشنگتن یک سازمان حقوق بشری بسیار توانا دارند و کمک میکنن به خانواده های زندانیان سیاسی. داستان طولانی داره.
بسیار ممنونم علاتون مطمئن سوال آقای امینی رو. بعد آقای میلانی عزیز، آقای دکتر میلانی، شما دیشب یک سوال از آقای مهری کردین راجع به زندگیشون که این انقدر طول کشید که نرسید به سوالات شما. آیا سوال دیگه مونده بود که وقت نبود که شما مطرح کنید با آقای مهری؟ کرده بودم، چون ایشون گفته بودن که من اگر حرفم تموم شد باید یه جوری سوالای تازه ای چیز بکنیم، ولی همونطوری که شما فرمودید از همون سوال اول خوشبختانه اونقدر هم شیرین بود و هم مفصل که من فرصت سوالهای دیگر رو پیدا نکردم. من به خصوص مثلا میخواستم در مورد البته سوال دومم که چطور وارد روزنامه نگاری کردید یه جوری اونجا تونستم مطرح بکنم، ولی در مورد نحوه انتخاب کتاب هایی که ترجمه کردن، در مورد اینکه چطور اصولا به کار ترجمه رو کردن، ترجمه ادبی نه ترجمه های سیاسی، چگونه انتخاب موضوع هایی که در موردش می نوشتن، و بعد نکته دیگری که دیشب هم اونجا به اجمال بر من بهش اشاره کردم اینه که واقعا آقای مهری از جمله کسانی هستن، از جمله اولین کسان و معدود کسانی هستن که از همون اول بوی استبداد رو شنیدن و در مورد اون خطر هشدار دادن. میخواستم بپرسم که برای من همیشه خیلی جالب بود بدونم چه چیزایی بود که به ذهن ایشون علائم خطر بود و چگونه اون علائم رو متوجه شدن و این مجموعه بعضی از این سوالا بود. بعدم در مورد مصاحبهشون نحبیدین آقای مهری، هر کسی که طرف مصاحبه با ایشون بوده از همه، از بدان بگیرید تا آدمای معمولی مثل من، میدونن که با یک مصاحبه‌گر بسیار بسیار حرفه‌ای روبرو هستن که در عین اینکه پرخاش نمی‌کنه، در عین اینکه حرف تون نمی‌زنه، ولی مواضعش رو قرص و محکم میگه. اون اشاره‌ای که شما کردید به مصاحبه با آقای خلخالی واقعا نمونه یک کار درخشان روزنامه‌نگاری است. این روزا خیلی من شنیدم در چند ماه اخیر که مثلا میگن فلان کس تلفن زد با اون شخص مصاحبه کرد و این یک کار تازه‌ای در عرصه روزنامه‌نگاری بود برای اینکه اون فرد رو غافلگیر کرد و از این صحبت‌ها، ولی آقای مهری این کار رو تقریبا 20 سال پیش کرده و نه تنها با خلخالی کرده بلکه با آقای فلاحیان کرده و مصاحبهش با هر دو اینها، در این اینکه همه حرفاشو میزنه، در این اینکه به همه گرفتاری‌های روانی خلخالی، این که دستورش رو از کی گرفته، حکم اجتهادش رو از کی گرفته، اعدام ها رو به دستور کی انجام داده، همه رو در عین قاطعیت ولی در عین احترام بدون عصبانیت میزنه. این که چطور میتونه این فضا رو حفظ بکنه، یعنی صحبت کردن با کسی مثل آقای خلخالی و حفظ اون متانت و سعه صدری که ایشون در همه مصاحبه نشون میدادن کار آسونی نیست. خواهش میکنم، بفرمید. خواهش میکنم. پرسش های ایشون البته تعدادش زیاده، اگر یه وقت طولانی شد ببخشید. نه بفرمید، خواهش میکنم. مرسی آقای میلانی عزیز. حضورتون عرض کنم که من تمنا میکنم که دوستان گرامی از من زیاد تعریف نکنن، چون من خجالت میکشم واقعا. و در ضمن دیروزم که در اون مجلس شرکت کردم، قبلا به آقای دکتر میلانی گفتم من در یک جایی که با حضار، یعنی تعدادی از حضار ایرانی باشن، اصلا خجالت میکشم صحبت بکنم، خودم رو کمتر از اون میدونم که با اونها صحبت بکنم. بعضی میگن خب شما که آقا ناطقی نطاقی میان میشینین با سیاستمداران و فرهنگیاران صحبت میکنین، و گفتم بله، ولی اونجا دوتایی هستیم، ولی با یه عده زیادی در مقابل عده زیادی من خجالت میکشم. اما راجب ترجمه کتاب ها، اولا من در سال 1353 با همسرم و فرزندانم به پاریس کوچ کردیم
به خصوص که خانم مایل بودن که دکتراشون رو در ادب فارسی در سوربن بگیرن و گرفتند و رسالهشون هم درباره پروین اعتصامی شاعری که کمتر شناخته شده. این کتاب به تازگی به فارسی ترجمه شده و همه جا هست، یعنی در واقع بخش استوری نیست، همه جا نیست، تو خونه ما هست. من در اون سالهایی که در پاریس بودم قبل از انقلاب بود، 3-4 سال قبل از انقلاب بود، در اونجا حضورتون عرض کنم که از سوی دستگاه امیرکبیر موظف بودم که آثار تازه چاپ و به درد خور برای امیرکبیر رو چه در جهان فرانسوی زبان چه در جهان انگلیسی زبان انتخاب کنم و برای ایشون ارسال کنم. ماهانم حقوق میگرفتم از اونجا. عرض کنم که یکی از کتابایی که من معرفی کردم این کتاب پاییز پدرسالار بود. کتاب پاییز پدرسالار که من از ترجمهش بسیار پشیمانم، چون یک اثر پیچیده است و همینجا بگویم که در این اثر شما محال نقطه گذاری ببینین، نه ویرگول، نه پوان ویرگول، نه نقطه آخر سطر، هیچ. شما باید خودتون بفهمین که این چی داره میگه. و از صورت این کتاب رو من فرستادم برای پسر آقای جعفری، ایشون گفتن که اینو خودت ترجمه کن. بعضی های دیگر رو مثلا فرض کنید به خانم گلستان میدادن ترجمه کنن. این داستان پاییز پدرسالار بود که 3 سال طول کشید و بعد از انقلاب، چند ماهی بعد از انقلاب چاپ شد. کتاب جنس دوم رو فقط جلد اولش رو من ترجمه کردم و جلدهای بعدیش رو من ترجمه نکردم، چون انقلاب شده بود و صاحب اون بنگاه نشر به اندازه کافی سرمایه نداشت که این آثار رو ترجمه کنم من براشون. حضورتون عرض کنم که دیگه چه سوالایی بودش؟ همین کتاباتون رو نام بردین. کتابا و دیگه سوال اینقدر هست که شما، ما باید برنامه رو فکر کنم تا صبح ادامه بدیم برای اینکه بتونیم به سوالات جواب بدیم. ممنونم لطفتون. اجازه بفرمایید که ما بریم به چند پیام بازرگانی با هم دیگه نگاه می‌کنیم، برمیگردیم با شما هستیم و برنامه رو ادامه میدیم. ممنونم از دوستانی که مهمانان عزیز من هستند، آقای دکتر میلانی، آقای محمد امینی، آقای حسن حسین مهری و شما بینندگان بسیار خوب که توجه میکنید. فکر میکنم یک برنامه استثنایی است. جایی نرین، با ما باشید. یکی از من پرسید حسین معنیش چیه؟ خب گفتیم یعنی حسن کوچک. خب حسن خودش چی بودی که حسین باشه؟ مهری عزیز ما بفرمید، خواهش میکنم. من در ادامه پاسخی که آقای مهری به کار ترجمهشون میدادم میخواستم که این رو تذکر بدم که اصلا جنبش بیداری ایرانیان در دوران مشروطه با یک جنبش ترجمه آغاز شد و کار ترجمه بود که بسیاری از اندیشه های اروپاییان رو، اندیشه های مدرن رو به ایرانی ها نمایان، و این کار جناب مهری در این دو کتاب برجسته‌ای که اشاره به اون هم شده به راستی نشان میدهد که ایشان در شناساندن ارزش ها و اندیشه های جدید خدمت بسیار بزرگی به جامعه ایران کردند. و از همینجا میخوام به نکته بپردازم و پرسشی رو از دوست گرامی هم آقای مهری مطرح کنم. دنیایی که من و ایشان و آقای میلانی و آقای کاردان و خیلی های دیگر در اروپا و آمریکا زندگی میکنیم، دنیایی است که روزنامه نگاری و نویسندگی دارای ارج بسیار است. در همین ایالات متحده آمریکا روزنامه نگاران جایزه میگیرند. پولیتزر یکی از جوایزی است که در هر سال به چندین روزنامه نگار در زمینه‌های مختلف تعلق میگیره. در اروپا هم، در بسیاری از کشورهای اروپایی هم روزنامه‌نگار دارای جایگاه برجسته است و روزنامه‌نگاری به عنوان یک کار
ارزشمند و اجتماعی شناخته میشه. در کشور ما از همون زمانی که روزنامه آغاز شد و روزنامه نگاری کاری بوده که جز بدبختی و فقر و دربدری و زندان و گرفتاری های گسترده برای روزنامه نگار و نویسنده چیزی در پی نداشته. و من چون خیلی از نزدیک با زندگی جناب حسین مهری آشنا هستم، دلم میخواد که ایشان از دل خودشون درباره سرنوشت یک روزنامه نگار راستگو، سرنوشت روزنامه نگاران راستگو و سرنوشت روزنامه نگاری در ایران با همیهنان ما صحبت کنن. پرسشایی میکنن که یک دنیا پاسخ میخواد، فقط پاسخاش خودشون باید بدن. خود آقای امینی که به هر حال اینقدر واقعا کتاب خونده، یه اسمایی از کتابا میاره آقای امینی گاهی که من مخم سوت میکشه. میدونم بنده چوبشو میخورم. بله بله، عرض کنم که فرمودید آقای امینی من چی بگم؟ این درد روزنامه نگاری، گرفتاری هایی که شما در این سال دردشو من دیشبم اونجا در حضور سروران عزیز بیان کردم، و اون اینکه من برای اولین بار، یعنی من رشته زبان انگلیسی خوندم، انگلیسی ایران البته که اینجا اصلا به درد نمیخوره، من و همسرم در دانشسرای عالی در رشته زبان انگلیسی نام نویسی کرده بودیم، 3 سال اونجا ما درس خوندیم، البته خانمم استعدادش بیشتر بود ولی خب منم بدک نبودم، ولی با وجود این با ترس و لرز داری نمیگیدی؟ بله با ترس و لرز تعریف میکنی، باید تعریف کنی، بفهمید. بله، هر حال در مورد خانه ها باید خود احتیاط کرد، بفهمید خانم. بله، نه با ظرافت این حضورتون عرض کنم که من بعد از کار دانشسرام متاسفانه نتونستم در به عنوان دبیر دبیرستان ها در شهرستان ها کار کنم در شهر کاشمر. یعنی من بچه تهران بودم و توی آشوبکده تهران بزرگ شده بودم، تو سیاست بودم، اینا زمان مصدق، بینیم تا زمان مصدق، بعدش که دیگه نمیشد. حضورتون عرض کنم که رفتم مجله خواندنی ها که بگم من مترجمم، انگلیسی بلدم، هرچی بگیم براتون ترجمه میکنم. آقای طلوعی خدایش بیامرزد چندی پیش فوت کردن، ایشون سردبیر چندین ساله اون مجله بوده، مجله خواندنی ها، که سردبیرش هم اعدام شد، آقای امیرانی. بله، حضورتون عرض کنم که من رفتم و گفتم که من اومدم ترجمه کنم، هر کاری بگین میکنم اینا. گفت من یک اندرزی به شما بدم. گفتم چیه؟ بفهمه. گفت هرگز تو مطبوعات نیا، آخرش بیچارگی است، آخرش ضعف و زبونی مالیه، نه یه وقتا. با وجود این یه مقاله به من داد که ترجمه کنم، 80 تومن اون موقع به من دادن. و بعد از اونم واقعا من با تلاش شبان روزی توانستم زندگیمو اداره کنم، یعنی با پرکاری. به عبارت دیگر، مثلا وقتی آقای اربنقی سردبیر ما در مجله اطلاعات هفتگی میگفتن فلان مطلب و فردا صبح میخوام، من واقعا تا صبح بیدار میموندم و مینوشتم، صبح همون اول وقت رو میز ایشون بود. به این ترتیب خب تونستم یه مقداری زندگیمو سرصورت بدم، اما خب از کار اصلیم افتادم. من ببخشید پر روی نباشه، من میخواستم یک نویسنده جهانی بشم و به اندازه کافی هم در اون زمان آثار بزرگان رو خونده بودم و فکر میکردم که میتونم پسش بر بیام، ولی با توجه به اینکه اوضاع مالیم اجازه نداد که استعدادم بروز کنه، در همون حد موندم. اینم یه بدبختی دیگر. پسر کوچک من در پاریس، معلمانش گفتن که به خانم من گفته بودن ایشون یا باید نویسنده بشه یا طبیب، و من گفتم باید نویسنده بشه، چون دوست داشتم از خانواده ما یک نویسنده بیرون بیاد، اونم به زبان فرانسه،
چون فرانسش خیلی خوبه. عرض کنم که ولی خب مامانش گفت ایشون باید طبیب بشه، طبیب هم نشد البته، حالا استاد دانشگاه است در رشته علوم کامپیوتری. این است که من این کتابایم که ترجمه کردم به دلیل آشنایی پیشینم با اندیشه های روز بود. مثلا کتاب پاییز پدر سالار که در واقع خوب که این کتاب خوانده بشه سرگذشت خمینیه، یا مثلا پاییز پدر سالار، ببخشید، یا جنس دوم. جنس دوم دقیقا خواستهای زنانیست که سرکوب شدن. این کتاب رو در امریکا چاپ کردن، ترجمه کردن، البته ترجمهش خیلی خوب نبود، ترجمه کردن به نام انجیل زنان. و خلاصه من البته هم جنس دوم و هم پاییز پدر سالار رو با استفاده از ترجمه فرانسش و انگلیسیش ترجمه کردم. خب اجازه بدید من یک کمی خودم یه سوال ویژه‌ای داشته باشم از آقای دکتر میلانی. آقای میلانی عزیز، من همیشه گفتم و قبل از اینکه جلو برنامه‌ام با آقای مهری هم صحبت کردم که شما با کتاب‌هاتون پنجره‌ای رو روی ما باز کردین که ما تاریخمون و قضاوتمون رو بهتر ببینیم، بهتر بشیم، و یک شکوفایی فکریال میکنم وقتی که کتاب هویدا رو، معمای هویدا رو من خوندم، برای اینکه من زمان هویدا بودم، یعنی من از برای بچه های زمان هویدا بودم و هویدا به نظر من بسیار انسانی است که بارها دیدمش، با هم غذا خوردیم و اینها. و یک نکته جالب بگم، اولین هدیه ازدواجمون هم آقای هویدا فرستاد برای من و رابطه عمومی بسیار خوبی داشت، شما که بهتر میدونید. و این و بعد که کتاب شاه و نگاهی به شاه رو خوندیم و اخیرا این شما هم قسمتی به اضافه کردید، باز من شروع کردم به خوندن و خیلی هم گرفتاری درست میشه. گاهی اوقات من در کانادا بودم، در تورنتو، یک آقای یقه من گرفت که آقا این آقای میلانی اگر میبینید در موضوع اون جاسوس شوروی، اون خیابون فلان. گفتم آقا شما خودتون بیاید و اینها، بگذاریم وارد این ماجرا نشیم. آقای میلانی عزیز، دیشب که به صحبت‌های آقای مهری عزیز گوش کردیم و یک قسمتی از تاریخ ما مونده، یعنی تاریخ غربتمون، تاریخی که همه ما و بسیاری از ما کوچ کردیم و فکر کردیم که کار سیاسی میکنیم و آرزوی این داشتیم که با کار سیاسی که خیلی ها انجام میدن به جایی برسیم، ترورهایی که شد و ماجرای، آیا اصلا فکر کردیم که در این مورد هم شما نگاهی کرده باشین و اثری از شما بخوانیم؟ ببخشید من به نظرم رسید این سوال رو میکنم. من اگر اجازه یک توضیحی در مورد بنیاد پارس بدم مقدمتاً، چون شما فرمودید که من جزو بنیانگذارانش بودم، من متاسفانه باید بگم که جزو بنیانگذارانش نبودم. بنیاد پارس یک بنیانگذار داره، خانم بیتا دریاباری هستن و 3 سال اول تمام مخارج اون بنیاد رو شخصاً پرداخت کردن. بعد از سال سوم چون اقتضای قانونی داشت مجبور شدیم که از جامعه ایرانی کمک بگیریم. من فقط میگم شدیم چون من این بخت رو داشتم که از وقتی که خانم دریاباری سعی کردن این بنیاد رو راه بندازن از من دعوت کردن که جزو هیئت مدیرش بشم، و همین خاطر من متاسفانه نمیتونم ادعا کنم که اون کاری جز همکاری با خانم دریاباری کردم. من فکر می‌کنم حرف شما واقعا بسیار بسیار حرف مهمی است، برای اینکه یه پدیده تازه‌ای در تاریخ ایران الان آغاز شده. یعنی در تمام تاریخ 3000 ساله‌ای که ما در اون فلات زندگی کردیم، هیچ دولتی، هیچ مهاجمی، هیچ قبیله‌ای، هیچ خطری به اندازه 35 سال اخیر بخش مهمی از ملت ایران رو از اون جامعه بیرون نرونده. ما پدیده غربت نداشتیم. ما تعداد کسانی که در غربت زندگی میکردن، کارگر که بره تابستون در باکو کار بکنه و برگرده، داشتیم در چند صد هزار تا در اوجش. ولی اینکه به روایت خود رژیم 7 میلیون، یعنی چیزی نزدیک به 10% جامعه امروز ایران،
یعنی چیزی نزدیک به یک پنجم کل جامعه ایران وقتی که این رژیمونو تحویل گرفته الان در مهاجرت داره زندگی میکنه. و این پدیده مهاجرت و اینکه اینا چگونه با این مهاجرت دارن زندگی میکنن، چگونه آدمهای مختلفی از بیتا دریاباری بگیرید تا حمید مقدم، از آقای کاردان بگیرید تا این دوستی که تلویزیون شما رو اداره میکنن، ده ها بنیاد دیگه که دارن سعی میکنن این فرهنگ ایران رو حفظ بکنن، این هویت ایران رو حفظ بکنن، و در شرایطی که هر روز به خاطر شیطنت‌هایی که جمهوری اسلامی میکنه، به خاطر ترورهایی که میکنه، ایرانیان اروپا، ایرانیان آمریکا زیر ضرب بودن، ولی با این حال یه دستاورد بسیار بسیار عظیمی داشتن، الان به یه سرمایه مهمی برای آینده ایران تبدیل شدن. و به نظر من قطعا باید این تاریخ رو نوشت. من حتما میدونید یه کتابی تهیه کردم چند سال پیش به اسم ایرانیان نامدار، اسمشم آقای ترجمهشم آقای مهری جا انداختن، اسمش از Eminent Persians. در ضمن از نفوذ کلام آقای مهری بگم، من کتاب Persian Sphinx که در اومد عنوان کتاب معمای هویدا بود. آقای مهری یه دفعه گفتن ابوالقول ایرانی همون موند که موند، هنوز گاهی ملت به اون عنوان ابوالقول ایرانی اشاره میکنن. ولی اینکه این تجربه رو Eminent Persians در مورد ایرانیان نامداری بود که در دوران شاه از 1941 تا 1979 کار مهم و تازه بکر کردن. الان باید یک چنین کاری در مورد ایرانیان مهاجر کرد. و واقعا اگر این تاریخ نوشته بشه یه تاریخ حماسی است. یعنی اصلا ابعاد موفقیت ایرانی ها در اروپا و آمریکا، از فرزند آقای مهری که استاد کامپیوتر NYU هست تا کسانی که در سیلیکون ولی کارهای شگفت‌انگیز میکنن. فرزاد نعیمی به من میگفت، فرزاد نعیمی که اونم در بورد پارسه، میگفت در سیلیکون ولی در دو سال اخیر فقط ایرانی‌ها نزدیک 2 میلیارد دلار شرکت‌های خصوصیشون رو عمومی کردن. این یه رقم عجیبی است. ایرانی‌ها الان تقریباً به اندازه تمام ثروتی که دوران 8 ساله احمدی نژاد به باد داده، تونستن اینجا سرمایه بیاندوزن، سرمایه مالی ایجاد بکنن. این یکی از علل به گمان من خوشبینی برای آینده است. ولی حتما بایستی به این فکر بود، چون ادبیات تازه داره ایجاد میشه، یه نسلی پیدا شده به فرانسه می‌نویسه، به انگلیسی می‌نویسه، به ایتالیایی می‌نویسه. مثلا تعداد رمان‌هایی که الان داره نوشته میشه از زنان و مردان ایرانی که بسیار موفق بودن، فیلم‌هایی که داره نوشته میشه، استادای دانشگاه، کتاب‌های تحقیقاتی، شرکت‌های بزرگ، کشفیات جدید. شما در همین استنفورد نگاه بکنید، تعداد استادایی که واقعاً در رشته خودشون هر کدوم یلیان حماسیه و باید یه چنین کاری کرد. من فکر می‌کنم واقعاً ضروریه و امیدوارم من این بخت داشته باشم که بتونم گوشه از این بار رو بردارم. ممنونم، ببخشید من وقت شما رو گرفتم آقای، ولی واقعا این سوالی بود که همیشه داشتم. و من چون به آثار آقای میلانی بسیار علاقمند هستم و گاهی اوقات من چون کار نمایش انجام میدم، این کتاب نگاهی به شاه رو که چندین بار خوندم، میبینم که هم عاشقانه هست، هم تراژدی هست، هم جای اوقات کمدی هست، هم جای اوقات پلیسی هست، و همه اینها رو میشه درش نگاه کرد. و بعد در مجموع قسمتی از تاریخ ماست که ازش غافل بودیم. خب میتونم شما سوال بکنم از دوستان؟ بفرمید. سوال اول از آقای امینیه. آقای امینی خیلی آثار گذشتگان رو خوندن و از لابلای اونها برای واژه ها معانی پیدا کردن و برای تاریخ ها مسیرهای خاصی که فقط خودشون میتونن اینها رو در مصاحبهاشون بیان کنن. من میخواستم ببینم چنین شخصیتی که با این کتاب ها شب و روز میگذراند خواب این کتاب ها رو میبینه؟ این یک. دومی که از آقای دکتر میلانی پرسش کنم، این البته چند سال پیش ازشون پرسیدم در رادیو صدای ایران، آیا شخصیتی که به سراغ وضعیت یا شخصیت دیگری میره که درباره او
تحقیق بکنه به تدریج عاشق او نمیشه. شما آیا عاشق شاه نشدین در طی این سالهایی که با او شب و روز گذراندین؟ آقای امینی بفرمایید اول. من کوشش میکنم به هر دو پاسخ بدم، چون من هم کارهای زیادی راجبه به زندیات مصدق کردم. این که میفرمایید که آیا آدمی که این کتابهای تاریخی رو میخونه خواب اونها رو هم میبینه یا نه، متاسفانه بله. اتفاقا در مورد کاری که در مورد شیعه‌گری کسروی کردم، یکی از دوستانی که مجتهد هم هست، درس دینی خوانده، به من تلفنی گفت که بعد از اینکه دیده بود که من در مورد کتاب‌های خوندم که خیلی کتاب‌های پیچیده دینی است، گفته بود که ما مجبور بودیم این پرت و پلاها رو بخونیم، شما چرا اینا رو خوندید؟ و اینکه می‌فرمایید که خوابش رو می‌بینید به یه معنا کاملا درست هست و وارد زندگی انسان میشه. اما در اینجا یه حاشیه خواستم به صحبتی که پرسشی که آقای کاردان کردند و آقای میرانی هم جواب دادن اشاره بکنم. همه مدرنیته ایران دست کم میتوانیم بگوییم تأثیر کمتر از 100 نفر آدم هاییست که به قول اون دوران فرنگ رفته بودند، درس خارج خونده بودند و میخواستن ایران رو به فرنگ برسانند، به دنیای جدید برسانند. امروز میلیون ها ایرانی در دست کم 27 کشور پیشرفته جهان انبوهی کولباری از آزمون های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تکنولوژی، فناوری از همه اینجا دارند و هنوز خیلی از اونها دلبسته ایران هستند. من خیلی سفر میکنم و سخنرانی های زیادی در کشورهای مختلف کردم و این شیفتگی رو در به ویژه جوان ها میبینم. و ما یک بختک سیاسی امروز در ایران داریم که اگر از سر ایران کنار برود، من با این باور هستم که ایران میتواند یک جهش بسیار بسیار بلند و بزرگ و شتابانی به جلو بکند و بسیاری از واپسماندگی های این سالهای گذشته رو به یاری این همه ایرانیانی که چنین توشه بسیار کلانی از فرهنگ های بسیار پیشرفته جهان دارند. و گفتم ما 100 نفر تأثیر و مدرنیته ایران گذاشتن، کمتر از 100 نفر امروز بتوانیم پیدا بکنیم. اما در پایان این رو مطرح کنم، نکته درستی رو شما مطرح میکنید، این در کار ترجمه هم من شنیدم که گریبانگیر انسان ها هست. وقتی شما به کار پژوهش میپردازی، من به ویژه در مورد دو نفر، زندیاد احمد کسروی و زندیاد محمد مصدق، وقتی کار کردم شیفته برخی از جوانب شخصیت اونها میشدید و در این حال دل مشغول به این که چرا چیزهایی رو که باید میدیدند ندیدند. و امید، این امید در واقع یا رویا در شما به وجود میاد که ای کاش رایزن این آدم ها بودید، در دوران این آدم ها زندگی میکردید و امروز که به تاریخ نگاه کردید میرفتید سفری به گذشته میکردید و آنچه رو که دریافتید به اونها گوشزد میکردید. من فکر میکنم این بخشی از رسیدگی به تاریخ هست، اگر رسیدگی راستگویانه باشه. خب آقای میرانی، آقای میرانی نوبت شماست، بفرمایید. خواهش میکنم که جواب بدین به سوالش. کسی عاشق اون شخصیتی بشه که در موردش داره مینویسه، بی‌طرفیش رو از دست میده. برای اینکه بشه هم خوب اون شخص رو گفت، هم بدش رو گفت، هم انتقاد کرد، هم اون جایی که لازمه تمجید کرد، باید سعی کرد اون فاصله رو حفظ کرد. نبایستی عاشق اون شخصیت شد و نمیشه از اون شخصیت دلزده بود. و در موردش وظیفه تحقیق جدی دقیقا ایجاد و حفظ این فاصله است. ولی در این حال اگر کسی نباشه که شما نسبت بهش کنجکاوی نداشته باشید، ممکن نیست بتونید کار رو انجام بدید. من نوشتن کتابشان نزدیک 10 سال طول کشید، هویدا نزدیک 6 سال طول کشید. چون تو شما بخواید دائم یه چنین شخصیتی در پس ذهنتون باشه، در روی کتاب دفترتون باشه، اگر کنجکاو نسبت بهش نباشی نمیشه. ولی اگر بهش دلبسته بشید، اون وقت یک قدیس نامه می‌نویسید نه یک زندگی نامه.
آیا تو این مصاحبه های 20 ساله ما تأثیری روی اثر شما داشته یا تأثیر منفی یا مثبت؟ نه، من فکر میکنم حتما تأثیر بسیار مثبتی داشته، تأثیر بسیار برای من. به هر حال در نتیجه این مصاحبه ها ما، من هر روز به هر حال متوجه نقطه ضعف هایی که ممکنه در روایت قبلی بوده بیشتر شدم. از سالهایی که شما میکردی متوجه میشدم که کجا ممکنه یه نکته ای رو من فراموش کردم یا بهش کم توجه کردم. این که تا چه حدی تونستم ازش بهره کافی بگیرم، اون طبعا به عهده خوانندگانه که قضاوت میکنم. من خودم احساس میکنم که حتما فرا گرفتم از این گفتگوها، و اینکه یه خواننده دقیق و یک اصطلاح گفتگوگر دقیق در مورد یک متن، شما رو به ضعف‌های خودتون، به ضعف‌های متن واقف‌تر میکنه و در نوشته بعدی در پس ذهنتون هست که اگر اینو من بنویسم در مصاحبه بعدی آقای موریچ کجا این رو ممکنه بهش گیر بده، و سعی میکنم یه جوری بنویسم که اون گیر رو شما پیدا نکنید ازش. یعنی واقعا به عنوان مثبت میگم دیگه، یعنی هر کسی که مینویسه چند نفر رو در ذهن داره به عنوان کسانی که این رو نقد خواهند کرد. من مثلا هر چی که مینویسم در پس ذهنم همواره هست که این آقای مثلا ابراهیم گلستان بخونه که مثلا تمام کتاب شاه رو از سر لطف خوند و تمام قبرش خوند، ولی من در پس ذهنم این بود. و در نتیجه این 20 سال همیشه در پس ذهنم این هم هست که آقای مهری این رو چجوری قرائت میکنن و چجوری در یک شبی به ما میگن این رو اینجا گفتی، به چه حسابی گفتی و به چه مستندی. خواهش میکنم، خیلی ممنون. به حال ما کوچیک همه دوستان هستیم، هر کاری هم من کردم خیلی یاد گرفتم از شما. یه سوال میشه از شما بکنم؟ خواهش میکنم. برنامه های شما رو آقای درمانی نگاه میکنن؟ بله نگاه میکنم. همین الانم دارم نگاه میکنم. از کجا میدونی؟ میدونم. به هر حال من اجازه بدیم، ما با هم بزرگ شدیم، ما داریم با هم کار میکنیم، من دقیقا میدونم دارم نگاه میکنم. ایشون همسن شما؟ نه خیر، ایشون همسن ما نیستن، ولی ایشون از یک نظر به نظر من خیلی جوانن. نه؟ بسیار جوانن. از یک نظر به نظر من بسیار با ارزش هستن به خاطر عشقی که به میهنش داره. اولا آقای درمانی یک مدتی استاد دانشگاه بودن و در دو رشته زبان مدرک گرفتن، هم به انگلیسی هم به فرانسه، و همه اینا رو به خوبی میدونن و آثاری دارن و کارهایی کردن، و الان که میتونن که درآمدی داشته باشن، مقدارش رو شاید خیلی هم زیاده، برای این تلویزیون و برای بسیاری از مسائلی که مربوط به آزادی ایران میشه من شاهدم که دارن صرف میکنن و محبت دارن. بسیار عالیست. پس برنامه های شما مرتب گوش میکنن؟ بله بله. که برنامه های ما رو گوش میکنن؟ برنامه شما رو نگاه میکنن، برنامه هم شنگاه میکنن و همیشه در موردی صحبت میکنن و از اینکه این تایم رو دارن و تایم های شما رو هم بهترین تایم ها رو به شما دادیم برای برنامهات. خیلی ممنون ازتون. من میخواستم یه موضوعی رو اینجا مطرح کنم و اون آقای دکتر میلانی چند بار اشاره کردن دیشب و امشب درباره مقاله های من پیش از انقلابه. من حدود 20 روز 25 روز پیش از انقلاب وارد تهران شدم از پاریس و در دیوار دیدم چه شعارهایی نوشتن و اینا. اون موقع من با تهران مصور یه اندک همکاری میکردم از دور. یه مقاله براشون نوشتم، حزب فقط حزب الله نیست، درباره این شیوه انقلابیون، چون من اصولا با هر انقلابی مخالفم. یعنی معتقد بودم که انقلاب حتی اگر بیشترین و بهترین حسنیت‌ها رو در پی داشته باشه، جز این که شیرازه یک کشوری رو به هم بریزه دست کم برای 50 سال، هیچ فایده نداره. تو مقالم نوشتم شما تا 50 سال دیگه گرفتار این نابسامانی خواهید بود. و آخرش هم نوشتم اگر جز آنچه من میگویم انجام بدهید، ما چریک های آینده خواهیم بود. یه دوستی رفت به دوست دیگر من گفته بودش که مهری میخواد چریک بشه. اجازه میدید نکته رو بگم. گفتی شعارهایی که
می نوشتن روی در و دیوار در اوائل انقلاب. شاید جالبترینش که معنی بسیار بعدها پیدا کرد این شعر حافظ بود: دیو چو بیرون رود فرشته در آید. واقعا چه دیوی رفت چه فرشته آمد و چه شد، به هر حال جزو شعارهای اون موقع بود. خب آقای میلانی عزیز، اولا اجازه بدید که تشکر ویژه‌ای داشته باشم از شما برای اینکه شرکت کردید. خود من انقدر از شخص شما، از این آقای امینی بسیار سوال دارم و آقای امینی رو گاهی اوقات ازش خواهش میکنم که با ما برنامه داشته و سوالاتم رو مطرح کنم، ولی شما رو گیر آوردم. آقای امینی زیبا نمیرن؟ چرا، آقای امینی محبت دارن و هر موقع که من خواهش کردم آمدن در برنامه شرکت کردن. آقای میلانی هم انقدر گرفتار هستن و من میدونم که ایشون یه دانشگاه رو دارن اداره میکنن، به هر حال اونم با این وضعی که هست و کتابهایی که مینویسن و غیره و غیره. آقای میلانی، فقط یک نکته رو میخوام بگم. اون موقعی که ما جوان بودیم کتابهای الکساندر دوما بسیار محبوب بود، از جوزف بالسامو تا قررش توفان، اونها رو میخوندیم که شرح حال هفتگی در میاد، مجله ترقی جزوه میداد بیرون و مربوط به انقلاب کبیر فرانسه بود. اما بعدها فهمیدیم که درسته که انقلاب کبیر فرانسه رو دنبال کرده، ولی بیشتر یه قصه بود و مسائلی که ایجاد میکرد، مثلا جوزف بالسامو به عنوان پایه‌گذار بود، فراماسون بود و حتی معجزه هم میکرد و کارهای عجیب و غریبی انجام میداد و در قرش کتاب بود. کتاب شاه شما رو که خوندیم دیدیم که مستند نویسی یعنی چی. یعنی یه نکته رو بگم، خودم دارم وقت برنامه‌مو زیادی میگیرم. گفتن عاشق قهرمانش بشه. خیال میکنم کسانی که نوبل مینویسن و قهرمان به وجود میارن عاشقش میشن، ولی کسانی که تاریخ مینویسن چنان غرق در تاریخ میشن که مرتب دنبال درستی ماجرا میگردن. امیدوارم نظر من رو، نظر شما رو هم در این باره بدونم. آقای امینی یا ایشون؟ نه آقای میلانی. بعد از آقای امینی هم همین سوال میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید، حتی در مورد رمان نویسا هم به گمان من اگر رمان نویسی واقعا عاشق کاراکتری که آفریده بشه، رمانش رمان باسمه‌ای خواهد شد. شما باید کاراکتر رو بیافرینی، بعد اجازه بدید اون کاراکتر برای خودش صحبت بکنه، رشد کنه. مثال معروفش بالزاکه که فلوبره، مثال معروفترش فلوبره، بالزاک هم هست. بالزاک آدم محافظه‌کاری بود، با انقلاب فرانسه خیلی روی مثبتی نداشت، ولی کتابهایی که نوشته به عنوان یکی از بهترین شهرهای انقلاب فرانسه و جامعه بعد از انقلابه. ولی فلوبر وقتی مادام بواری رو نوشت، میخواست یک کاراکتری رو به شکل منفی ایجاد بکنه، ولی مادام بواری که آفرید، با قول خودش مادام بواری اون رو اداره کرد، رمان رو اداره کرد. زندگی نامه هم یه جوری ملتقای رمان و تاریخه، یعنی باید بافت روایی رمان رو داشته باشه ولی دقت و امانت تاریخ رو داشته باشه، و باید شخصیت رو نه عاشقش بشید نه جلوش رو بگیرید. یعنی اگر چیزی در اون شخصیت داره میگه و در اون زمان اقتضا میکنه، باید بذارید اون شخصیت صحبتشو بکنه و نیاز خودتون به این که مثلا حالا این داره حرفای خیلی مهم میزنه، این حرف رو نذارم بذاره، چون من میخوام اون کاراکتری که من از شاه دارم ایجاد بکنم. اون کاراکتر باید زنده باشه و به شکل ارگانیک در کتاب جا پیدا بکنه. آقای امینی عزیز، در مورد شما خیال میکنم که وقتی کتابهایی رو دارید، مثلا وقتی که راجع به مرحوم مصدق صحبت میکنید یا کتابهایی رو کسروی، راجع به کسروی که ایشون تخصصشون در کار کسرویه و کسروی هم یکی از با ارزشترین کسانی است که نگذاشتن که به هر حال خیلی چیزا رو نگذاشتن انجام بشه یا جانشون رو گرفتن، این کسرت. ولی شما فکر میکنم یه مقداری عاشق قهرمانانتون میشین و در، چون با تاریخ عشق میبرزین، یعنی با تاریخ زندگی میکنین، اینطوره یا من دارم اشتباه میکنم؟ نه، کاملا نکته که میگید عنصری از حقیقت درش هست، مسئله عشق نیست. ببینید اینجوری باید نگاه کنید، فرصت صحبت زیاد نیست در این باره. در تاریخ 150 سال گذشته ایران ما سه شخصیت تاریخ ساز یا جهت دهنده به تاریخ ایران داشتیم که وجودشون و کارشون
پیامدهای ماندگاری برای ایران داشته و خواهد داشت. و این سرکار رضا شاه، مصدق و خمینی هستند. خیلی آدم‌هایی در این 150 سال بودند که تأثیر بر ایران گذاشتند. ولی این سه شخصیت به راستی میتوان گفت جهت دادند به ایران. رضا شاه سمبل یک نوع تجدد عامرانه بود. مصدق سمبل یک نوع تجدد رایزنان با همه گرفتاری‌ها و مسئله ملی شدن صنعت نفت بود. خمینی یک واکنشی به مدرنیته و کوشش برای ساختن یک جامعه دینی در ایران است. در این راستاست که من بازشناسی زنده یاد محمد مصدق رو به عنوان یک پروژه برای خودم نهادم، نه به عنوان یک عشق و میراث و غیره. در کتاب منم که بخوانید من نقد هم کردم، ایرادهایی هم گرفتم با برخی از چیزهایی که پیرامون میگویند، به راستی سر سازگاری ندارم. اما کسروی یک شخصیت ویژه تاریخ ایران مدرن هست، یعنی شخصیتی است که مورد بیوفایی قرار گرفته به دلیل اون شخصیت جنجالی که داشته و گاه به راستی میتوان گفت که واقعیت دوران خودش رو کنار نهاده و کارهایی کرده که شاید درست نبوده باشه، اما در فهمیدن این که یک جریان دینی خرافی چه زیانی میتواند به جامعه ما برساند، پیشگام در تاریخ ایران بوده و پیشبینی هایی که احمد کسروی کرده، نقشی که در نوآوری دینی در ایران انجام داده، نقدی که به خرافات داشته، به راستی یک شخصیت تنهاست. فراموش نکنید کسروی در دوران این اندیشه ها و کارها را انجام میداد که حزب توده دفتر خودش رو به خاطر درگذشت اصفهانی، در گذشت بزرگترین مرجع تقلید اون زمان، سه روز تعطیل کرد و در روزنامه های خودش نهج البلاغه درس میداد. و هنوز هم در این دوران و دوران انقلاب اگر توجه کنید، صحبت از این بود که امام خمینی به راستی امام است و به راستی میتواند ایران رو متحول کنه. وجود آدمی مانند کسروی از این جهت بسیار مهم هست و موضوع عشق نیست، موضوع یک تعهدی است نسبت به یک رشته شخصیت‌های تاریخی در ایران که باید شناسانده بشن و شناخته نشدن. و یکی از گرفتاری‌های تاریخ ما که من کار خیلی ها رو، همه رو ارجمند می‌دانم در این زمینه، این است که ما به راستی به بسیاری از شخصیت‌های تاریخ ایران ارج ننهادیم، از داور گرفته تا فروغی تا تیمورتاش که اصلا یتیم هست در تاریخ ایران و خیلی های دیگر. و این است که باید به اینها پرداخت و عاشقانه به این پژوهش پرداخت، ولی عاشق شخصیتی که مورد پژوهش هست نشد. ممنونم از لطف و محبتتون. عجیبه زمان چقدر زود میگذره و ما میخواستیم، بسیاری سوالات دیگه بود و مهمانان عزیز من انقدر با ارزشن که اگر ساعتها بشینیم و ازشون سوال بکنیم واقعا کم میاریم. من بسیار ممنونم از آقای امینی عزیز، از آقای دکتر میلانی. بسیار محبت کردیم به برنامه آمدین. آقای میلانی عزیز، زمانمون متاسفانه یک دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم و تو این یک دقیقه ضمن تشکر از هر سه شما میخوام از آقای مهری عزیز خواهش بکنم که آخرین پیام رو و آخرین سوال میخوام بکنم از آقای امینی. خب سوال بفرمایید، ولی امیدوارم وقت باشه که جواب بدن. حالا از همین الان من میخوام از شما وقت بگیرم برای برنامه دیگری که الان حس کردیم که وجود شما باعث شده که بسیاری سوالات مطرح بشه و بسیاری از نقاط تاریکی که همیشه در مورد گفتگوها هست به چشم بیاد و بتونیم این تاریکی ها رو تبدیل به روشنی بکنیم. ممنونم. سوالتون رو بفرمایید. آقای امینی، این حقیقت داره که کسروی در جایی نوشته یا گفته است که ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم؟ اینو یکی از یاران کسروی گفته در یک نشستی، کسروی گفته، ولی هیچگاه نوشته نشده، ولی به سبک و سیاق کسروی میخوره، ولی سندی در این باره نیست. خیلی ممنون از ممنونم از لطف و محبتتون آقای دکتر میرانی. بسیار ممنونم آقای میرانی عزیز. امیدوارم که این سوالی که من کردم راجع به تاریخ معاصر و کوچ ایرانیان در این سالها و این همه
موفقیتی که ایرانی‌ها در خارج پیدا کردن که عظیمه و یادمون باشه که سرمایه یک مملکت افرادشه و این مگر نه کشورهای ثروتمند بسیار داریم در دنیا که اون فرهنگ ویژه رو ندارن و فقط با پول دارن کار میکنن. ممنونم از لطفتون آقای میرانی عزیز، بسیار محبت کردین و اجازه بدین یک تشکر ویژه‌ای داشته باشم از شما شخصا به خاطر احترام و پشتیبانی که از کار تئاتر انجام میدین و این برای همه ما با ارزشه. همه ما برای بچه های تئاتر باید تشکر ویژه از شما داشته باشیم. ممنونم از لطفتون. آقای امینی عزیز بسیار متشکرم و آقای مهری امیدوارم که فرصت دیگه باشه که بیشتر صحبت بکنیم و بیشتر از هر سه شما من و بسیاری از کسانی که برنامه ها رو نگاه میکنن بیاموزیم. با امید دیدار با تشکر از اتاق کنترل خانم غزالی عزیز و تشکر از شما که توجه میکنید به برنامه ها. به امید دیدار.